حد خودتو بدون و مشکل درست نکن. اگه صحبتتون تموم شده میخوایم کارمونو شروع کنیم. خیلی خوب، شروع کنیم. امیر داره بهت خوش میگذره؟ منظورت چیه؟ میدونم که میخوای چی کار کنی. میخوای منو تو شرایط سختی قرار بدی. من تو رو آوردم اینجا چون حداقل به اندازه من تو هم اینجا رو میشناسی. منظورت از عصبی کردن همین بود؟ اگه میخوای کار کنیم پس بهتره شروع کنیم. اگرم نمیخوای میتونی فردا بری و سعی کنی اصلا من تو قانع کنی. اینجا کلوپ منه. پروژه اینجا انجام میشه. این کار رو میکنی چون میخوای من کم بیارم امیر. ولی من کم نمیارم. حالتون خوبه؟ هتل من چی کار میکنی؟ برو از امیر بپرس. فریها تو دنبال چی هستی؟ با این که امیر اون عکس رو دید ولی من هنوز میتونم تو صورتش نگاه کنم. میتونی تو صورتش نگاه کنی؟ آره، با گریه. محمد رفته پیششون. ایشالله که خیر باشه. ممنون. ممنون دخترم. مامانم خیلی ناراحت بود. فکر کنم محمد چون اونو پیشش بودن نتونسته خوب صحبت کنه. گریه میکرد که چرا پیش پسرم نبودم. الان همه فکرش اینجا پیش ماست. میگم چطور فردا صبح سوار اتوبوس بشم و برم آخر هفته رو اونجا باشم. اینطوری هم میتونم عمر رو ببینم و هم زهرا رو و دوباره بر میگردم. بابا منم میام. نه نمیشه، محمدم خونه نیست. نه دخترم، دوتا ساختمونه و من تنهایی چی کار کنم؟ همینجاست و همونجا. کلثوم تنهایی از پسش بر نمیاد. بذار اول ماه بشه، با محمد با هم یه روز میریم پیششون. ها؟ درست متوجه شدم نه؟ قراره با اون رو پروژتون کار کنین، اونم اینجا. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، چون فقط استاد لمنتینو میخواد. نه جانسو، چون من اینجوری میخوام. جانسو من دارم میرم، بیا فردا میبینمت. سنم خانوم، من نمیخوام اون دختر رو یه بار دیگه اینجا ببینم، فهمیدی؟ جانسو خانم، اینو باید به شریکت بگی. من از این به بعد دلم نمیخواد اون دختر رو هیچ جا ببینم.
نه تو هتل، نه تو دانشگاه، نه تو آپارتمان. تو آپارتمان؟ خیلی خوب میشه اگه دیگه تو آپارتمان نبینیمش. بیا بریم. بولند کجاست؟ تو اتاقشه. هنوزم دلش نمیخواد منو ببینه. دلش نمیخواد تو رو بشناسه. اینم یکی دیگه از اون امتحانای سخته. چقدر لیاقت دارم که بولند تو ببینم؟ آیا به اندازه کافی بهتون اهمیت میدم؟ اگه تو امتحان قبول بشم میتونم اونو ببینم، درسته؟ اگه حق با تو باشه و این امتحان باشه، پس به موقع از نتیجهشم با خبر میشی. و اگه حق با تو نباشه و برادرت واقعا نخواد تو رو ببینه چی؟ فکر نکنم هیچ وقت بشه فهمید که این واقعا یه امتحانه یا نه. نوبهار خانم، شما از تو غلطتون اومدین بیرون و اینجا هستین و نمیذارین که من بولند تو ببینم. شوهرتونم که پیشتون نیست، پس این وسط یه مشکلی هست و از این که با من در مورد این مشکل صحبت کنین میترسین. لطفاً مؤدب باش. این شماره تماس هتلیه که من اونجام. من میخوام برادرمو ببینم. بهم زنگ بزنی. تقدیر اعتقاد ندارم، ولی یه فیلم هست که خیلی قشنگه. دوست دارم یه بار با هم ببینیم. باشه میبینیم. ولی کجا قراره ببینیم؟ دیگه از من میترسی؟ چی؟ این دفعه دیگه میره. فریها اگه اون عکسو نمیدید بازم میرفت. ولی اون موقع با اطمینان به من از اینجا میرفت. ولی الان حرفمو باور نمیکنه. همه چیزو میخواد بذاره رو بره. چطوری کاپیتان؟ مثل اینکه نمیتونی از مادرت دور بمونی. اومدی کارو نیمه تموم تو تموم کنی؟ دیگه حرفای فلسفی نمیزنی. من و تو مشکلمون هرچی هست باید حلش کنی، اما تو زمان مناسب. خیلی منتظرم نظر. اوه استاد، میبینم که این طرف ها زیاد میان. آره همینطوره. این دفعه هم کارمون نیمه تموم بود. ببینم امیر، تو با این استاد چه مشکلی داری؟ برام تعریف کن. موضوع رو شب افتتاحیه فهمیدین. گفتم برام تعریف کن. به هم گیر داده دیگه. یه مسئله شخصیه. تو با یکی از استادای دانشگاهت مشکل شخصی داری و اون آدم دوست قدیمی سنمه. پس برای همین برات جالبه. متوجه نشدم. چون دوست قدیمی سنم خانم توجهت بهش جلب شده. پس فکر میکنی که ما میتونیم با هم باشیم؟ اینو حتما یادم میمونه. خوبه،
اینم یادت بمونه که سلام خانم با این مرتی که به شریک خدا بیامرزد خیانت کرد. پس با اون آدم رابطه داشته. خب امیر خان مشکل تو چیه؟ فریها کجا این داستان قرار داره؟ به مامانم بگو که هیچ وقت گوشواره‌هاشو از گوشم در نمیارم. از طرف منم عمرو ببوس. داداش به همه خیلی سلام برسون. باشه حتماً حتماً. خدیجه هر از گاهی برو بالا که یه وقت فکر نکنن. باشه باشه داداش. موقع اسباب کشی که شده سرایدارشون هم گذاشته و رفته. باشه داداش تو اصلا نگران نباش. تازه اون کارگرا دارن اسباباشون رو براشون جابجا میکنن. خب دیگه من برم. خداحافظ. دخترم برو آب بیار. بودو زود باش آب بیار. آب بیار زود باش. نوبهار وقتی برسی همه چی آماده است. پس خیالت راحت. وقتی صاحب جدید خونه اومد نمیخوام کوچکترین کاری مونده باشه. باشه چشم خانم. یه چند دقیقه اینجا بشینی. من میخوام برم آب پرتقال بخرم. باشه منم اینجا منتظرتم. صبح بخیر. آه سلام صبح. امروز تنهایی؟ راستش نه تنها نیستم. دخترم رفته آب میوه بخره. ولی شما تنهایی نیست. سعیتونو نیاوردین. همیشه بیرون نمیارمش. دلم میخواد یه روزی با هم قدم بزنیم. خیلی وقت با کسی قدم نزدم. چرا که نه؟ فردا ساعت 11 چطوره؟ خوبه منم کاری ندارم. پس فردا میبینم تو. خدافظ. میبینم که خیلی زود صمیمی شدیم. اصلا نمیفهمم چی میگی. لارا تو منظور چی؟ مامان اون آدم از تو خوشش اومده. من که همچین چیز حس نکردم. مامان خیلی خوب میدونی چی دارم میگم. آره و اصلا خوشم نمیاد. بهتره همین الان این موضوع رو تمومش کنیم و دیگر کشش ندیم. میتونم بشینم؟ آره. وای خیلی ببخشید. واقعا معذرت میخوام. مهم نیست عوضش میکنم. حرفی که دیروز زدی خیلی برام عجیب بود. عجیب؟ پس یعنی حرفم درست بوده؟ چطور میتونی اینقدر مطمئن باشی؟ چون تو رو میشناسم. یعنی کسی رو میشناسم که خیلی شبیه به توه. به گذشت مربوط میشه؟ تقریبا. بهتره بگم ما خودمون جدا شدیم. بین ما دروغ نبود ولی مثل شما با هم بودنمون غیر ممکن بود. غیر ممکن؟ میخوای بگی شما از دو تا دنیای متفاوت بودی. اما مشکل من و فریها چیزی فراتر از این است. بذار برای توضیح بدم. به نظر من یه کمی تردید دارین. با هم بی اعتماد هستین. خیلی به هم شک دارین. ارتباطتون در حد صفره و عشق زیادتون به هم این وسط پا در هوا مونده. داری کم کم عصبانی میکنی. تو هم توجه همو جلب میکنی. یعنی چی؟ آخه شبیه کسی هستی که خیلی دلم براش تنگ شده. ببینم تا حالا اونو گولش زدی؟
نه، ولی خیلی دلم براش تنگ شده. درست مثل اون. کارم تموم شده، میتونیم بریم هتل. سنم، همه چیزو خیلی خوب برنامه ریزی کرد. ببین از الان انگار تو خونه جا به جا شدیم. خیلی خوبه نه؟ جای خیلی آروم و ساکتیه. رفتی اتاق تو دیدی؟ همه چیز باب میلت هست؟ یه کمی عجله‌ای شد ولی فکر میکنم که از اتاقت خوشت بیاد. هر کم و کسری هم که داریم تا یه ماه دیگه جمع و جور میکنن و برامون میفرستن. شاید اتاق مامان بس. من بزرگتر از اونی هستم که بخواد با یه خونه جدید سنم و شیره بمانه. نمیفهمم چرا اینقدر پرخاشگری. تو خونه خواستی و ما اومدیم اینجا دیگه. آره، و من باید ازت تشکر کنم. امیر، اگه اون عکس رو نمیدیدی اون وقت چی میشد؟ فریحا باز جورو نکن. گفتم چی میشد؟ میخوای من عصبانی کنی؟ تو چرا تصمیم گرفتی از آپارتمان بری؟ بگو دیگه. فریحا، اگه من اون عکس رو نمیدیدم چی میشد؟ چجوری میفهمیدم آدمی که میگفتی رانندته در واقع نامزدت بوده؟ اگه گوش میدادی برات تعریف میکردم. مگه تو به خاطر حرفای من نمیخواستی از اون خونه بری؟ چه فرقی میکنه؟ هر وقت به تو اعتماد میکنم خوبم جوابشو میگیرم دیگه، چه فرقی میکنه؟ خیلی خوب، تو فکر میکنی همه اینا حقمه، ولی اینطور نیست. اگه بشینی و درست و حسابی به حرف من گوش بدی. دوباره شروع نکن. بهتره در مورد اینا صحبت نکنیم. آره، اون دروغا حقت نبود. حقت نبود که ازت فرار کنم. ولی اون موقع فکر میکردم که باید ازت فرار کنم. الان چرا این فکر رو نمی کنی؟ چون الان چیزی نیست که ازش فرار کنم. امیر، ما در همه حالت همدیگر رو دیدیم. چه خواسته یا نخواسته بدترین رفتار رو با هم دیگه داشتی. خواسته یا نخواسته، وقتی واسه بدهیمون اومدم پیشت حرفایی که به هم زدی و هیچ وقت فراموش نمی کنم. ولی من اینجا هستم چون میخوام که فراموش کنم. بهتره بدونی که هر کاری که باهات کردم حقت بوده. این شامل اون شب هم میشه. امیر، داری مزخرف میگی. تو که همچین چیزی رو قبول نداری. من میدونم. از کجا میدونی؟ امیر، این کارو نکن. از چی میترسی؟ میدونم چرا داری این کارو میکنی امیر. عصبانی هستی. ولی به هیچ وجه همچین چیزی نگو. من از هیچ کدوم از کارام پشیمون نیستم. من پشیمون نیستم فریحا. خود لعنتت کنه. خود لعنتت کنه. ولم کن. چرا اون شب باهات اونطوری رفتار کردم؟ برای اینکه عذابت بدم؟ برای اینکه تحقیرت کنم؟ یا برای اینکه امتحانت کنم؟ یا اینکه چون تو رو میخواستم؟ شاید چون فقط تو رو میخواستم اونطور رفتار کردم. نمیشه؟ ها؟ شاید به همین راحتی باشه. خدا لعنتت کنه. همه چیز همونطوریه که ما لایقشیم.
کاری میکنم که این رفتار تو هیچ وقت فراموش نکنی، هیچ وقت فراموش نمی کنی. فریها، میدونم تو یه چیزیت شده، بی خودی نگو چیزی نیست، من میفهمم که تو حالت خوب نیست. چرا اون شب باهات اونطوری رفتار کردم؟ برای اینکه عذابت بدم؟ برای اینکه تحقیرت کنم؟ یا برای اینکه امتحانت کنم؟ یا اینکه چون تو رو میخواستم؟ شاید چون فقط تو رو میخواستم اونطور رفتار کردم. نمیشه؟ شاید به همین راحتی باشه. گفتم شاید امشب آخرین شبی باشه که اینجایی. خواستم یکم با هم صحبت کنیم. من اصلا حوصله صحبت کردن ندارم. آها باشه، پس بعدن صحبت میکنیم. قبل از رفتنت به هم زنگ میزنی نه؟ خداحافظ جانسون. تو رو خدا یه چیزی بگو، حتی یه کلمه هم حرف نزدی، یه چیزی بگو دیگه، داری منو میترسونی. عمه خوابیده؟ خوابیده. وقتی دید خونه خلوته رفت تو اتاق خوابید. میشه تو هم بری پیشش بخوابی؟ چرا؟ میخوام تنها باشم. باشه. بلند میشه یکم صداشو کم کنی؟ بلند بفرمایین. لوند، همین الان بیا اینجا. نوبهار؟ فریها منو از اتاق انداخت بیرون، خیلی عصبم خورده.
من از هیچ کدوم از کارام پشیمون نیستم. شاید چون فقط تو رو میخواستم اونطور رفتار کردم. شاید به همین راحتی باشه. همه چیز همونطوریه که ما لایقشیم. دیگه بدهی نداریم، پرداخت شده. من اینجا همه چیز همونطوریه که ما لایقشیم.